منم یاد خداوند بیند و زم مهربان با تقدیم سلام خدمت تمامی هموطنان نازنینم امیدوار استم جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه رسم زندگی آغاز دو نیم ساعت مهمان خانه شما هیزان هستیم. چه خوب است و پایین هست برنامه ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما خوبان بیننده هستیم و همیشه وقت تلاش میکنیم و هر نظر شما هر گذاری داشته باشیم تا بتونیم مطابق همان نظریاتون بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا هر طریق برنامه رسم زندگی تقدیمتون بکنیم. پس پل های ارتباطی برنامه را فراموش نکنید. 4847 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی همچنان برمیگرده بر این که چگونگی موفقیت در کار. یک در شرایط کنونی همگی ما شما اهداف را تعیین میکنیم بخاطر اینکه چون ما میتونیم موفق باشیم در شروع کارمان و در اتمام رساندن کارمان. چگونه میتونیم یک فرد موفق باشیم و چگونه میتونیم با کدوم میتودها میتونیم که کارمون را به شیوه های مختلف یا با میتودهای های مختلف به گونه درستش به اتمام برسونیم. یک موضوع خیلی مهم، یک موضوع خیلی وسیع هست و قرار است بحثمون را آغاز بکنیم با مهمان برنامه‌مان آقای نوید لطیفی که ایشان استاد دانشگاه هستند. در رابطه با این موضوع خیلی مهم صحبت میکنن. شما هیجان اگر پرسش دارین، مشکل دارین، شما تماس برنامه در اختیارتون است. 02 2 3 بگونه لایف مستقیم تماس بگیرید، یک مقدار خیلی خوب را اختیار بکنین و آواز تلویزیونتون را پخش بکنین تا ما صدایتون را بگونید روز در برنامه با خود داشته باشیم. سلام استاد، خیلی خوش آمدین و دست چشتون بخیر. تشکر، لطف کردین، سلامت باشین. زنده و سلامت باشین استاد. قسمی که من در ابتدای دوری کردم در رابطه با اینکه چگونگی موفقیت در کار، اگر در نخست یک تعریف داشته باشین یا یک نگاره داشته باشین از واژه موفقیت، بعد میریم به طرف دیگر پرسش ها. تشکر، سلامت باشین. سلام بر شما و بر بیننده هایتون که ما را از طریق برنامه میبینن. زنده و سلامت باشین. ببینین موضوع قسمی که شما انتخاب کردین چگونگی موفقیت در کار، اینجا دو واژه هست، یکی موفقیتش یکی موفقیت است، دیگه هم کار. موفقیت به سعی و تلاش انسان در چگونگی به دست آوردن مطلوبش است، یعنی چیزی که ما مطلوب ما است و ما را بر خود هدف قرار دادیم به خاطر رسیدن به خاطر بر از هدف خود چگونگی کار کردی را که ما میکنیم، پلانی را که داریم، برنامه ریزی را که داریم تا خود را به هدف خود به وجه احسنش برسیم، این موفقیت است. یا موفقیت را اگر یک واژه دیگر جاگزینش بسازیم مقبولیت، یعنی قبول شده، چیزی که قبول باشه. موضوع شما چگونگی موفقیت در کار هستم، خوب است که کمی در رابطه با کار هم صحبت بکنیم که کار چی است. پیش از اینکه من برم روی مشخصا روی موضوع کار صحبت بکنم، ابتدا آغاز میکنم از چند کوتاهی که نابغای تاریخ به این باورمند بودن. زیگموند فروید پدر علم روانکاوی بود، او زندگی سالم را در تفریح و در کار میدانه. راز موفقیت اینشتین در این بود که او سکوت میکرد، تفریح میکرد و کار میکرد. کار برای زیستن است، نه زیستن برای کار. ما کار میکنیم تا اینکه زندگی بکنیم، تا اینکه زندگی سالم داشته باشیم. و دو نکته بسیار مهم به لحاظ روانشناسی در رابطه با کار وجود داره، یکی تفریح است و دیگه خود کار است. تفریح یعنی شاد بودن و شاد کردن، کار یعنی چگونگی اثر گذاشتن، اثر مثبت گذاشتن به جامعه و جهان در جهت تحول جامعه و جهان به نفع اکثریتی که در جهان و در یک جامعه مشخص زندگی میکنن. از کار تعریف های مختلف و متفاوت صورت گرفته که مثلا کار را میگن عملی است که یک تغییر در جامعه ایجاد میکنه، یا هر عمل و فعالیتی که باعث تولید شده ما او را میتونیم برش بگوییم که کار است. چگونگی موفق بودن و چگونه یک کارمند موفق بودن در کار، راه ها و شیوه های مختلف خود را داره. یک انسان نمیتونه که قسمی که روانشناسان به این باورمند هستن که انسان از بد و پیدایش با استعدادها و خصوصیت های موفقیت در کار تولد نمیشه. این محیط است، این جامعه است که به اساس اونمو نیازمندی ها، به اساس اونمو تطابق محیطی را که یک فرد با جامعه خود می داشته باشه میدونه که استعدادها و اونمو ضروریاتی را که یک کار، یک حرفه، یک شغل ایجاب میکنه اونا را به دست بیاره. که یک شخصی اگر میخواد در آینده یک مدیر باشه، یک مدیر موفق باشه و یک مدیریت موفق داشته باشه، ای با امو استعدادهای باطنی و استعدادهای ذاتی مدیریت تولد نمیشه. ایره مدیریت میرسانه، ایره چگونگی
تعلیم و تدریس در جامعه میرسانه. خود نهادهایی که در بخش راهنمایی شغل و یا حرفه و یا کار در جامعه کمک میکنه، اینا تمام نهادهای موثر هستند که میتونن یک انسان را در چگونگی رسیدن به موفقیت در کار برسانه. و البته معیارهایی هم وجود داره به خاطر رسیدن به یک شغل موفقیت آمیز، رسیدن به نتایج در یک کار موفقیت آمیز، یک سلسله معیارها وجود داره که یک انسان باید در نظر داشته باشه. دقیقاً استاد، نکته خیلی خوب را اداره کردین. زمانی که اگر ما بخوایم کار را انجام بدیم، هی بر نمیگرده بر این که ما چگونه میتونیم همین کار را انجام بدیم یا چگونه میتونیم شروع بکنیم. هی تمامش بر میگرده بر این که چگونه هیده داریم در مقابل انجام دادن همین کار، چگونه افکار داریم. پس بین یک بار خودتون را ارزیابی داشته باشین، ارزیابی بکنین ایده هایتون را، افکارتون را، تا بتونین با شیوه های مختلف به پیش برین. استاد، از معیارات یاد داری کرد، اگر اشاره داشته باشین بر معیارات که اگر ما قرار باشد کار را انجام بدیم، کدام معیارات را ما باید مد نظر داشته باشیم یا کدام معیارات را ما باید داشته باشیم تا بتونیم همون کار را به گونه درستش با شیوه های مختلفش به اتمام برسونیم؟ دقیقاً، از آنجایی که علوم اجتماعی در علوم اجتماعی مانند علوم ریاضی دو جمع دو چهار معنا داره، در هر جا، در هر زمان، در هر مکان معیارها متفاوت است. مثلا در افغانستان ما به خاطر رسیدن به یک شغل یا رسیدن به یک کاری که موفقیت آمیز باشه یک معیار داریم، اما اگر محیط تغییر بکنه معیار هم تغییر میکنه. هر شخصی که میخواد یک کارش موفقیت آمیز باشه و در شغل خود موفق باشه، سه سوال از خود بپرسه: کار ما چیست؟ بله. چقدر علاقه مندی دارم به کار؟ دقیقاً. کاری را که من میکنم چقدر بسیار میبخشین؟ کاری را که من میکنم پیامدها و بهره برداریای که از کار میکنم چی هست؟ چی پیامدها داره کارم؟ اگر مدیر هستم، اگر مامور هستم، اگر بازرگان هستم، پیامدهای کارم به جامعه چیست، برای خودم چیست؟ و چقدر میتونم که این کار خود را به حد مطلوبش به انجام برسانم؟ چقدر ظرفیت دارم، چقدر پتانسیل دارم، چقدر توانایی درونی دارم به خاطر از اینکه در کار خود، در حرفه خود من موفق باشم؟ این سه سوال را هر کسی که جواب بده و این سه سوال را در موردش فکر بکنه و ظرفیت خود را نظر به مو شغل و یا حرفه ای که داره به مون برابر بسازه، مطمئنن که از کار خود و از شغل خود بهره خوب هم میگیره، نتیجه خود هم خوب هم میگیره و همو هدفی را که تعیین کرده که باید موفق باشه در کار خود و پاداش بگیره، تمجید شوه از طرف ادارهش، از طرف سازمانش و از طرف رئیسش یا آمرش که بالای از او هسته، مطمئنن که به او دست پیدا میکنه. بله، این خب یک گپ معلوم داره است، یک گپ واضح هست. شور، شوق، اشتیاق و علاقمندی همه افراد برمیگرده بر این که چگونه میتونن در شروع کار خود پر از نشاط باشن یا پر از انرژی باشن. میان برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگرده. دوباره برگشتیم، با شما خوبان بیننده هستیم در اتمامی برنامه خودتون، اتمامی برنامه رسم زندگی هست و پس تو پایین هست برنامه ما را همراهی کنید. قسمه که قبل از وقفه بر شما حیزان یادوری کردم در رابطه به این که زمانی که اگر ما میخواییم کار را انجام بدیم، ما باید علاقه‌مندی داشته باشیم. زمانی که اگر ما به کارمان عشق ببرزیم، بدون شک ما یک فرد موفق هستیم و یکی از رازهای موفقیت ما هست. استاد، اعتماد به نفس چقدر میتونه یک فرد را کمک بکنه در انجام دادن کار؟ بدون شک ما نمیتونیم که اعتماد به نفس رو بگوییم تنها در بخش موفقیت و چگونگی بدست آوردن دستاورد در شغل و یا حرفه مهم است، که در هر بخش زندگی اعتماد به نفس، به خود جرأت دادن، به خود باور داشتن خیلی اساسگذار هستند. ببینید، زمانی که یک فرد میخواد شروع به یک کاری بکنه، شروع به یک حرفه یا شغلی بکنه، او در قدم اول نیاز به اعتماد به نفس داره. چون وقتی که در داخل ساحه کاری میشه، داخل یک سازمان یا اداره میشه، در اونجا دیگه نیاز به فیدبک است از کار، از نیاز به نتیجه است که باید اداره یا رئیسش، هر کسی که در اداره در رأس اداره باشه، نیاز به این داره که او شخص از کاری که میکنه باید فیدبک شه بر اداره خود بده، چون در قبال کار خود مزد میگیره و در قبال از اینکه اگر کار به وجه درستش انجام بده پاداش میگیره و اگر به وجه نادرست انجام بده مکافات، مجازات میشه. پس در قدم اول نیاز به این است که ما اعتماد به نفس داشته باشیم در هر کاری که میریم. یک بار خود ارزیابی بکنیم کاری را که من میخواهیم انجام بدم
چقدر توانایی و چقدر پتانسیل درونی من در درون خود دارم به خاطر اجرای از این وظیفه؟ به خاطر از اینکه شما به هر جایی که اگر اپلای بکنین به خاطر گرفتن وظیفه یا به خاطر کار کردن، اونا به قدم اول بر شما یک لایحه وظایف میدن، نه؟ شما میخوانین لایحه وظایف یک بار میبینین که آیا من تواناییم، همین توانایی درونی که دارم، توانایی فیزیکی را که دارم مطابقت میکنم با همین لایحه وظایفی که ذکر شده یا نه؟ اگر مطابقت بکنه خب نور الان نور، در پیشرفت کار نتایج بسیار خوب به دست میاد. اگر مطابقت نکنه شخص چون اعتماد به نفس نداره و امی نداشتن اعتماد به نفس باعث میشه که شخص در محیط کاری خود، در جمع همکارای خود کم بیایه و همیشه مورد مجازات از طرف اداره یا از طرف آمر مستقیم از او صورت بگیره. اعتماد به نفس کلید اساسی است به خاطر رسیدن به موفقیت کاری. شما ببینید اگر اشخاصی که فعلا به سطح جهانی میلیونر و میلیاردر هستن و یک نمونه از یه از کنا در امو کاری که میکنن چقدر پیشتاز هستن، چقدر دستاورد دارن، چقدر موفق هستن. نکته اول در کوتاهایی که اینا هم میگن، اگر کتاب نوشته میکنن، اگر از طریق رسانه میگن، از طریق مصاحبه میگن، ای است که اول باید اعتماد به نفس داشته باشی، بالای خود حاکم باشی، کار را میکنی چقدر توانایی و پتانسیل درونی نسبت به او کار داری. بله دقیقاً. پس چه خوب است بیاین که یک بار خودتون فکر بکنین، همراه خودتون بیاین، همراه خودتون یک بار همین پرسش ها را که جناب استاد یادآوری کردن، این که حالا زمانی که اگر قرار باشد من همین کار را انجام میتوم، من میتونم از عهدهش برایم یا خیر. زمانی که اگر خودتون توانستین برای این همه پرسش ها جواب خیلی خوب را دریافت کردین یا ارائه کردین، بدون شک ما میتونیم بگونه درستش به پیش بریم و میتونیم که حاکمیت بالای خودمان داشته باشیم و حاکمیت خیلی زیادی داشته باشیم بالای کارهایمان. زمانی که اگر بالای خود حاکمیت نداشته باشیم و همین گونه و پیش بریم، همین روند و پیش بگیریم، بدون شک ما نمیتونیم یک فرد خیلی موفق باشیم. و یک حالا چگونه ما میتوانیم که باز هم این همه مشکلات را کنار بمونیم، باز هم بگیم که یک فکر جدید داشته باشیم، یک گام جدید برداریم به خاطر آینده نوین و درخشانی که شما خواهانش هستین. استاد، بسیاری از افراد حساس هستن زمانی که میخواین یک تجارت رو آغاز بکنن، یک بزنس داشته باشن، اصلا نمیتونن که همون کارشون را بگونه درستش به پیش ببرن یا در شروع کارشون ناکام میمونن، نمیتونن و همیشه در فکر این هستن که بر خود تلقین میکنن که نه خیر، من یک فرد هستم که من نمیتونم از عهده همین کار برایم و ناامید میشن در زندگی. خب حالا چگونه میتونن که بازم یک بزنس خیلی خوب را آغاز بکنن و همیشه در فکر این باشن که موفقیت را از آن خود بکنن؟ بدون شک به خاطر آغاز هر کار نیاز به پلان گذاری است. بله. بیشتر تمرکز ما روی مسئله تجارت است که شما ذکر کردین. یک کسی که میخواد تجارت بکنه، او باید پلان گذاری داشته باشه. چی میخواد بکنه؟ چقدر سودمندی داره در جامعه؟ بله. چقدر در آینده میتونه مشتری داشته باشه کاربارش؟ این پلان گذاری کوتاه مدت داشته باشه، متوسط داشته باشه و دراز مدت داشته باشه. مثلا در کوتاه مدت برای یک سال پلان گذاری شخص چی میتونه باشه، چقدر به لحاظ مالیش امکانات از ایره دارد تا در کوتاه مدت که اون پلان یک سالش است بر مشکلاتی که فائق میه، بر چالش های بازار همیشه باید در نظر بگیره. بعضیا یک کار بار آغاز میکنه بدون در نظر داشت چالش هایی که در بازار وجود داره، بدون در نظر داشت نظام اقتصادی یک کشور در چه حالت قرار دارد دست میزنن با آغاز یک کار. دقیقاً استاد، با مزرعه صحبتاتون قطع کردم. قبل از اینکه فکر بکنن به اینکه چگونه میتونن با شبه های مختلف به پیش برن همین کار را آغاز بکنن، در فکر این هستن زمانی که من اگر همین کار را شروع کردم چقدر عاید میکنم؟ بفرمایید. بله دقیقاً. یکی از شرایط تجارتی است ریسک پذیری است، خطر پذیری است. اما بعضی‌ها را توجیه نادرست میکنن، خطر را نمیشه تو در هر حالت خطر را بپذیری. اگر شرایط اقتصادی کشور خراب است، اگر بازار اقتصادی روبرکود است، تو نمیتونی با تلقین به یکی از اصول تجارت ریسک پذیری است تو بیای ریسک بکنی. خب من خطر کردم، من اصل تجارت را پیش میبرم. این اصلش است که اصل اول باید خطر پذیری بکنی، ریسک پذیری بکنی. اول تحلیل بکن بازار را، برنامه ریزی بکن، چقدر کارمند ضرورت داری، چقدر بودجه داری، هدفت چی است؟ هدفت کوتاه مدت است، دراز مدت است، طولانی مدت است؟
بعدش چالش ها رو ببین که چه چالش ها داری، با چه مشکلاتی تو میتونی در جامعه روبرو شوی. فیدبک تجارت چی خواهد بود؟ آیا یک چیز نو است، یک چیز کهنه است، یا یک چیز کهنه را میخوای تغییر شکل بدی، دوباره بسازی شد که جلب توجه باشه برای مردم؟ تمام این چالش ها و برنامه‌ریزی پلان ها را باید یک شخص در نظر بگیره، ریسک پذیری را در نظر بگیره، تحلیل بازار را، مارکت را داشته باشه، بعدش قدم بزنه برای اینکه چگونه یک تجارت را آغاز بکنه. در غیر از او هر شخصی که بدون در نظر داشت چالش های بازار، بدون کنترل بازار، بدون پلان گذاری ناکام میمونه. پلان گذاری اساس هر اداره است. هر اداره به خاطر یک هدف تشکیل شده. به خاطر رسیدن به هدف تو چی میبره؟ باید پلان بسازی. هر تجارت به خاطر یک هدف است، به خاطر عاید است. پس چگونه میتونه که تجارت مثمر واقع شود؟ پلان گذاری باشه. بله، پس چه خوب است که همیشه در زندگی من هدفمندانه به پیش بریم. زمانی که اگر ما و شما هدفمندانه به پیش بریم، بدون شک دیگران همچنان بالای من اعتماد میکنن و ما همچنان میتونیم که کارمون را به گونه درستش انجام بدیم، یا به اتمام برسانیم یا به پایان برسانیم. استاد، خدا را شکر فعلا در افغانستان شرایط خیلی خوب میسر است، یا زمین فراهم است، مربیان کاروبار همچنان وجود داره. بعضی از افراد اشخاص دوست دارند که قبل از اینکه آغاز بکنند به تجارت مشورت بکنند. پس مشورت کردن قبل از شروع کار چقدر میتونه یک فرد را یا یک بازرگان را کمک بکنه؟ بیشتر برمیگرده جواب سوالتون به صحبت های پیشتر ما، به خاطر که خود مشورت برمیگرده به پلان ساختن، خود مشورت برمیگرده به چگونگی تحلیل بازار. یک کسی که مشوره میکنه، اما این مهم است که با کی مشوره بکنیم؟ خب بله جناب استاد، سوال ما همین بود که زمانی که ما میخواییم یک کار را انجام بدیم، در فکر این نیستیم با کی مشورت میکنیم، در فکر این نیستیم فقط یک فرد حالا باشد که بر ما یک نکته خیلی خوب را اشاره بکنن، بعد ما بریم امون کار را انجام بدیم. دقیقا گفت در اینجا بود که با کی مشورت بله. بکنیم. حالا ما یک تجارت پیشه نیستم، اما این تجربه شده برام. بعضی دوستان کاروبار میخواد شروع بکنه، اگر اینقدر سرمایه داشته باشیم چی بکنم؟ بله. خب به لحاظ از اینکه دوست هستیم میشه برشان یک ایده بتی، اما او ایده او مشوره ایده که یک تجارت پیشه میتونه برای یک شخص بتا ما نمیتونم داده، چون کار من نیست، حرفه من نیست، من تجربه زیر ندارم. خوب است همراه کسی مشوره بکنیم که اهل کار باشه، یعنی تجارت کرده باشه، در کاروبار مصروف باشه، نقص و زیان دیده باشه، پستی و بلندی های کار دیده باشه، تا ما را از چالش ها، از مزایای کار را که شروع میکنیم یک مشوره خوب داده بتانه، بر ما بتانه گفته که چقدر میتونیم ریسک پذیر باشیم، چقدر میتونیم که سرمایه خود را به مصرف برسانیم. ما نمیتونیم به یک بارگی در تجارت تمام سرمایه خود را به مصرف بتیم، در اخیرش هم با کوچکترین چالشی که سر ما بیاید ورشکست شه. این مواردی است که یک شخصی که اهل فن باشه میتونه ما را بسیار خوب کمک بکنه، برای از اینکه ذهن و کلیم ما را باز بکنه تا چی کار را شروع بکنیم، در کدام موقعیت شروع بکنیم، با کدام بودجه شروع بکنیم، و از تجربیاتی که دارن و داشتین در مسائل نقص و زیان و فایده میتونه ما را سهم امرای ما سهم بسازه، تا ما بتونیم که در آغاز کار خود این مسائل در نظر بگیریم، تا بتونیم یک تجارت، یک کاروبار موفقیت آمیز داشته باشیم. یک مقوله هم هست که میگه مادر علم تجربه است. خود علم بالای تجربه استوار است. پس کسی که تجربه داره میتونه بسیار خوب ما را کمک بکنه، نسبت حتی به اینکه ما بریم به کتاب اقتصادی یا به کتاب آدم اسمیت مراجعه بکنیم، از این قدم ما را خوبتر میتونه یک آدم تجارت پیشه کمک بکنه، چون او سر کارش است، تجربهش داره، فراز و بلندی و پسی بسیار زیاد دیده در تجارت، بسیار خوب ما را کمک بکنه. دقیقاً یک فردی که فراز و نشیب های زندگی را دیده باشد یا تجربه کرده باشد، بدون شک میتونه یک نظر خیلی خوب رو بر ما و شما ارائه بکند. زمانی که اگر ما و شما قرار باشد کار را انجام بدیم، از افراد با تجربه یعنی مشورت داشته باشیم یا گفت شنوتایی داشته باشیم، ما میتونیم موفقانه به پیش بریم. خب استاد، حمایت و تشویق خانواده ها چقدر میتونه نقش داشته باشد؟ در کشور ما و شما، در جامعه ما و شما، خانواده خیلی نقش داره، هم مثبت هم منفی. بله. در بعض جهات مثبت است، یعنی امو شخص، امو فرد خانواده که نیاز به فن داره، نیاز به علاقمند به آغاز یک کسب و کار است، اگر در درونش استعدادها می باشه، امو مهارت‌های لازم را به خاطر آغاز کار داره، تشویق خانواده خیلی موثر است. اما در بعضی حالات دیده شده که یک فرد شایسته آغاز یک کسب و کار نیست، اما
تشویق خانواده او را وادار میکنه تا آغاز بکنه یک کار، و امی آغاز بدون برنامه ریزی و بدون تجربه و بدون داشتن مهارت های لازم باعث میشه که فرد رو به رکود بره، فرد در کاروبار و تجارت خود به شکست مواجه شه. پس هم خوب است هم بد است، در جهتی که فرد توانایی و ظرفیتش داشته باشه مثبت، در جهتی که نداشته باشه فاقد ظرفیت و پتانسیل باشه منفی. بدون شک. پس چه خواسته خانواده‌های محترم همیشه در فکر این باشن که از فرزندانتان، از نوجوانان و جوانانتان حمایت و تشویق داشته باشن. زمانی که اگر ما حمایت بکنیم از چنون جوانانی که واقعا خلاقیت‌های خیلی زیادی در وجودشان نهفته هست که تا اکنون خودشون درک نکردن، احساس نکردن، پس بیاین همیشه تلاش بکنین تا اونا را متوجه این همه خلاقیت‌هایی که در وجودش هست بکنین، تا اونا همچنان بدانن که چه خلاقیت‌ها، چه استعدادهایی در وجود ما هست، تا ما بتونم که مفید هم در جامعه‌ای که حالا زندگی میکنم واقع شم، هم در محیط خانواده. زمانی که اگر حمایت و تشویق وجود نداشته باشد، بدون شک میتونه که خیلی تاثیرگذار باشد بالای روح و روان انسان ها و بالای این که اونا نمیتونن که موفقانه زندگی خود را به پیش ببرن یا امان اهداف را که تعیین کردن در زندگیشان. خب استاد، حالا ما افراد هشخاص داریم در جامعه ایمان، در کشورمون که زندگی میکنن، اصلا هدف ندارن، امان گونه که ما شما از آبان کودکیمون اهداف تعیین میکنیم، به خاطر اینکه زمانی که اگر من نوجوان شدم چی باید کنم، زمانی که من جوان شدم چی کار را باید کنم، و زمانی که در دوره گولت قرار گرفتم من کدام کارها را باید انجام بدم. اهداف یا تعیین کردن اهداف در آبان کودکی چقدر میتونه یک فرد را خیلی ها رشد ببخشه؟ بدون شک به هدف زندگی کردن یک آنارشیزم است، یک گدودی است، یک پراگندگی است، اما بستگی داره به سن و سال. یک طفلی که شامل مکتب است، متعلم مکتب است، او هدفهای کوچک داره، اما وقتی که شامل دانشگاه میشه و پنتون میره درس میخونه، به مرور زمان هدفش بزرگ میشه. یعنی هدف انسجام میبخشه به فعالیت های یک شخص در نظام زندگیش. یک شخص هدفمند از وقت خود خوب استفاده میکنه، اما یک شخصی که هدف نداشته باشه اصلا در قصه چیزی نیست، نه در قصه فردایی است، نه در قصه گذشته است، نه در حاله. پس خوب است که ما هدف داشته باشیم. چرا؟ به خاطر از اینکه هدف امو پتانسیل درونی که ما در درون خود داریم اونمو را برانگیخته میکنه. استعدادی را که ما در درون ما داریم ما را میتونیم که با اهداف خود واضح بسازیم، آشکار بسازیم، با دیگران نشان بدیم. یک شخصی که میخواهد در آینده، فرض مثال ما شمار مثال میتونم که میخواهد نطاق باشه، در یک تلویزیون نطاقی بکنه، پس او باید هدف داشته باشه. هدف از چی است که باید در آینده یک نطاق باشه؟ چگونه خود را برسونه؟ باید اونمو فعالیت های درونی خود را مطابقت بده در جهت خبرنگاری، یعنی بیشتر برنامه میبینه، از دیدن برنامه‌ای که نطاقا سخنرانی میکنه بسیار لذت میبره و گاهی اوقات تصور میکنه که یک روز به جای یک نطاق شاید ما باشم، ما خبر بخوانم، ما یک برنامه را پیش ببرم. اینمی فعالیت، اینمی رویاها است که انسان را، فعالیت های درونیش را وامی داره به ای که در جهت هدف شرکت بکنه و وامی داره به ای که هدفمند باشه. بدون هدف زندگی کردن آنارشیزم است، پراگندگی است، و انسانی که بی‌هدف باشه به جایی نمیرسه. ما همیشه مثال از انسان‌های موفقیت، کسانی که بسیار موفق بودن در جامعه اگر داریم، اونا کسایی هستن که هدفمند بودن. اگر به زندگی نامشان مراجعه بکنین شما می‌بینین کزاوان طفولیت اونا هدفمند بودین. اگر در طفولیت بودن اهداف طفلانه داشتین، اگر در جوان به سن جوانی رسیدین اهدافی داشتین که در شأن یک جوان بوده، و اگر در سن کهولت هم رسیدین هدفمندانه زندگی کردین و از این خاطر موفق هستن. یک شخصی که تصور بکنه که فرض مثال ما میخوایم در آینده یک رئیس جمهور باشیم، اما هیچ کار به خاطر رئیس جمهور شدن انجام نده، شما فکر میکنید که در آینده یک رئیس جمهور میشه مگر اینکه معجزه شود؟ دقیقاً. خب بسیاری هست هموطنانمون هستن، بسیاری هست جوانان هستن، بر خود الگو تعیین میکنن. استاد، تعیین کردن الگو در زندگی چقدر میتونه مثمر واقع شود؟ یک دقیقه وقت داریم، خیلی کوتاه اشاره کنیم. بسیار کوتاه میگم، یکی الگو است، یک تقلید. بله، تقلید نکنیم، الگو بر خود بگیریم. الگو یک شخصی که بسیار موفق است در کار و بار خود، او میتونه که بر ما انگیزه بده. اگر زندگی نامش بخونیم و اگر از طریق یک رسانه ببینیم، او انگیزه میده بر ما. از کجا شروع کرد؟
به کجا رسید، چی گونه رسید، چی چالش ها را دید، این بر ما یک گلگو شده میتونه. اما تقلید هیچ کس کسی دیگه شده نمیتونه. دقیقا، بدون شک. ممنون از شما استاد که تشریف آوردید. سلامت. زنده و سلامت باشین. خب بینده های عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان. امروز تکرار نمی شود، پس لبخند بزنید. تا بعد، خدا نگهدار.